بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. ای خدای عشق، ای خدای عشق، ای ام الكتاب، ای معلم، ای سراسر آفتاب، تو به ما آموختن آموختی، تو به ما آموختن آموختی، همچو شمع در بین ما می سوختی، در پی سوز و گداز و سوختن، فکر تو تنها بود آموختن، در پی سوز و گداز و سوختن، فکر تو تنها بود آموختن. شغل تو شغل تمام انبیاست، شغل تو شغل تمام انبیاست، جای تو در آسمان و در سماست، زاده لاهوتی و از نسل خاک، از سخن گفتن نداری هیچ باک. در کتاب دل نویسم با مداد، ای معلم روز تو تبریک باد، ای معلم روز تو تبریک باد. سلام عرض ادب دارم خدمت یکایک که شما بینندگان خوب برنامه مرتبی داری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف. امیدوارم در هر جای دنیا که هستید صحتمند و سرحال و شاداب باشید. انشاءالله تبریک عرض میکنم روز معلم رو خدمت همه معلمان عزیز، قشر دلسوز جامعه، معلمان گرامی که انشاءالله در هر جای دنیا که هستن زندگیشون سرشار از محبت و عشق و خوشحالی باشد. انشاءالله دست همه معلمان عزیز رو میبوسم از همینجا، انشاءالله که خداوند بهشان جزای خیر و اجر جزیل عنایت بکند. زحمت میکشند در هر جای دنیا که هستن، معلمین حق بسیار بالا و بزرگ به گردن تک تک ماها دارد. انشاءالله که صحتمندی و عافیت رو خداوند و موفقیت رو به همه معلمان عزیز و علال خصوص معلمان سرزمین ما انشاءالله عنایت بکند. با احترام و افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد مطهری هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله، به برنامه ما خوش آمدید. علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم و دستندرکاران شبکه خوبی هادی تیوی، و از خداوند میخواهم که به همه ما و شما توفیق تحصیل عمل و نشر علوم و معارف اهل بیت و خصوصا عنایت کنه انشاءالله. و همچنین تبریک عرض میکنیم روز معلم رو به همه آموزگاران، همه معلمین و مدرسینی که در راستای مبارزه با جهل و جهالت و محو بیسوادی و جهالت زحمت میکشن و در راستای نورانی کردن جامعه، با سواد کردن جامعه از زحمات را متقبل و متحمل میشه. انشاءالله که خداوند در میزان حسنات همهشون قرار بدن. در خدمت شما هستیم. سلامت باشین. من واسه تشکری میکنم از حضرت علی عزیزی که وقت در اختیار ما قرار دادین و لطف کردین، تشکر دین تا در خدمت شما باشم. انشاءالله که استفاده بکنیم از بیانات حضرت علی. انشاءالله که عزیزان ما هم تا پایان برنامه به وقت بیداری رو بیننده باشن. عزیزان قبل از اینی که وارد موضوع امشب شویم، ما خدمت شما اعلام بکنم که شماره و پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری، شماره مثبت 964 255 780 255 413 هست. انشاءالله عزیزان ما اگر پیشنهادات دارن میتونن مطرح بسازن و همینطور میتونن تماس بگیرن با عزیزان ما، انشاءالله در پخش زنده برنامه با ما همراه باشن، در خدمتشان هستیم انشاءالله. همونطور که عرض کردم روز معلم هست بنابر تقویم افغانستان عزیز، و برنامه را هم ما اختصاص دادیم به این موضوع بسیار شیرین، و امشب میخواییم در خصوص علم و جایگاه علم و جایگاه معلم در خدمت کارشناس عزیز ما باشیم. انشاءالله که عزیزان ما هم قدر معلم و معلمان عزیزشان را بدانن و هر جا که هستن دستشان را ببوسن، که بدون شک دست معلم بوسیدنی هست، حقی دارد همچون حق پدر و مادر و والدین به گردن تک تک ما. جناب استاد همطور که عرض کردم موضوع این هفته رو اختصاص دادیم به مقام معلم و جایگاه معلم، که بدون شک بسیار موضوع شیرین هست و همینطور حق معلمین هست که برنامه ها و روزها و
زمانهای زیادی رو باید در خصوص مقام این عزیزان صحبت شود، اما چه کنیم که ما فقط فرصت داریم همین امشب رو موضوع ما در خصوص جایگاه معلم باشه. قبل از اینکه وارد خود جایگاه معلم شوید، مقدمتا جناب استاد یک سوال رو بپرسم که ارزش علم و عالم رو لطف کنید بیان بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. ببینید در رابطه با جایگاه علم، ارزش علم، اولا ارزش علم یک مسئله فطریه، یعنی بشر همه مردم، کسانی که عقل سلیمی از نظر ظاهر داشته باشه، دنبال اینه که از بیسوادی خودشون رو برهانن، از جهالت خودشون رو نجات بدن و خودشون رو به نور علم، وجودشون رو، زندگیشون رو، خانواده و جامعهشون رو منور کنن. علاوه بر آن، ما در ادیان الهی، ادیان آسمانی، خصوصا دین نبی، دین اسلام و دینی که توسط نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله به عنوان کامل ترین دین و جامعه ترین دین از طرف خداوند منت گذاشته شده به جامعه بشری، عطا و عنایت شده است، میبینیم که تأکید زیادی بر علم و تحصیل علم و همچنین در واقع جایگاه علم را با الفاظ مختلف، با تعابیر مختلف از زبان نبی مکرم اسلام همچه آیات قرآن بیان کرده است. بله. علم جایگاه والایی داره. به تعبیر دیگر کوتاه عرض کنم اینطوری که سعادت دنیا و آخرت، رفاه دنیا و آخرت، ارزش دنیا و آخرت با علمه. امروز اگر ما میبینیم که این تکنولوژی امروز، امکاناتی که در خدمت مردمه از جهات مختلف، در ابعاد مختلف میبینیم که مدیون علمه، از این برق و تلویزیون و اینترنت و خدمات که امروز در دنیا وجود داره از جهات مختلف، خب با این علمه که میشه. و الا اگر علم نبودی، مردم دانشمندان قواعد و قوانین علمی را کشف نمیکردن، پیاده نمیکردن، تطبیق نمیکردن، وضعیت جامعه خیلی در واقع بد و خراب خواهد بود. لذا امور معنوی و همینطور سعادت دنیا و آخرت در گرو علمه. با علم میشه انسان خدا رو بشناسه، با علم میشه انسان به ارزش‌های بالای دینی دست پیدا کنه. لذاست که ما در روایات متعدد و مختلف در راجع به جایگاه علم که خواب عالم از عبادت جاهل بالاتره و با اون چه که با علم خدا عبادت میشه، خب این متفاوت تر است از این که انسان خدا رو بدون علم عبادت بکنه. یا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می فرماید که اون حدیث معروفه که از گهواره تا گور دانش بجوید، یعنی همیشه دنبال تحصیل علم باشید. و امام رضا سلام الله علیه یکی از نشانه های کمال عقل، یا به تعبیر دیگر از نشانه های جامعه خردمند، شخص خردمند و عاقل، خانواده خردمند و عاقل رو این رو بیان میکنه که هیچ وقت از تحصیل علم خسته نمیشه. هیچ وقت از تحصیل علم خسته نمیشه. یا نبی مکرم اسلام در اون روایت معروف میفرماید که اطلب العلم ولو بالسین، علم بیام اگر در چین باشه. چین اون روز به تعبیر خود از نقاط بسیار دور دنیا بوده، مثل امروز که نبوده. کنایه از این که ولو نیاز داشته باشه شما برین دنبال تحصیل علم در کشورهای مختلف دنیا، مشقت ها رو طی کنید، تحمل کنید، راه ها رو طی کنید، مسافت ها رو بپیمایید، ولی دنبال تحصیل علم برین. یا در یک روایت دیگه داریم که علم رو تحصیل کنید ولو این که با تمام شدن، با از دست دادن جان شما در واقع تمام بشه، یا ولو بر فرو رفتن در قعر دریا باشه، برین دنبال تحصیل علم. پس دین مقدس اسلام اصرار زیادی بر تحصیل علم داره که مردم را از جهالت و گمراهی و بالاخره تاریکی هایی که حجاب هایی که در اثر جهالت به وجود میاد نجات بده. لذا عظمت انسان، جایگاه انسان، رشد انسان علمی که مشخص میکنه. به تعبیر دیگر اگه بخوایم حتی انسان را به عالم انسانیت بخوایم قرار بدیم، از عالم حیوانیت جدا کنیم،
اون علم که انسان از عالم حیوانیت جدا میکنه. اگر علم نباشد و جهل محض بر انسان حاکم باشه، انسان با حیوان هیچ تفاوتی نداره. پس در پرتو علم و با نور علم که انسان انسان میشه، انسان درجات بالایی را به دست میاره، کمالاتی را به دست میاره، در واقع بینوان خلیفه خدا در روی زمین، همونطور که خدا میفرماید این جایلون فی درز خلیفه. خب این نیاز به علم داره، نیاز به کسب معرفت داره که بتوان خدا رو بشناسه، خودش رو بشناسه، زندگیش. انبیا رو خدا برای همین فرستادن، اولیا رو برای همین فرستادن. لذا پس جایگاه علم جایگاه ویژه‌ایه، یا به تعبیری که در روایات داریم با تعابیر مختلف، ولی این کلمه آمده که علم نور است. علم نور است که خدا بخواد در قلب کسی قرار میده. حالا خب این با این نور زندگی انسان نورانی میشه، روح انسان نورانی میشه، حیات انسان نور، حتی نورانی ظاهری برق بخوایم بگیم در پرتو علم به وجود میاد. پس جایگاه علم جایگاه منحصر به فردیه که هیچ موضوعی در واقع در نظر بگیریم منهای علم ارزش نداره و اصلا خیلی از ما اصلا تحقق پیدا نمیکنه، اصلا به وجود نمیه. به خمیر مایه هستش علمه. بله. اگه بندگی بگی، خداشناسی بگیم، بالاخره تکنولوژی روز بگی، همه خمیر مایهش علم. خلاص. پس علم تهداب همه ارزش هاست، اساس همه ارزش هاست و اون خمیر مایه همه ارزش های ظاهری و معنوی انسان. دیو ما آیات قرآن زیادی داریم، روایات خیلی زیاد داریم راجع به جایگاه و در واقع عظمت علم که این دیگه به هیچ کسی پوشیده نیست و شاید مجالی برای توضیح بیشتر هم نباشه. در خدمت شما هستم. باشین، تشکر میکنم از شما جناب استاد. از بارگاه رب العزه هم تمنا داریم که نور علم رو در قلوب همه مسلمانان دنیا علی خصوص انشاءالله که عنایت بفرمایید. و بدون شک چه زیباست آموختن علم و چه لذت بخش. بدون شک وقتی اطلاعات انسان و علم انسان نسبت به هر موضوعی، فرق نمیکنه چه علوم اکادمی باشه چه علوم مذهبی دینی باشه، در همه امور وقتی انسان اطلاعاتی بیشتر داره، علمی بیشتر داره، برای خود لذت بخش است، باعث افتخار خودش و اطرافیانش میده. شما جناب استاد، دوست داریم که این بحث و این موضوعی که امشب اختصاص یافته، جایگاه معلم رو، تمرکز ما روی معلم هست که بدون شک یک مسئولیت مهمی هست برای رسیدن به همین فضائل و همین مقام والای یک عالم، یک معلم لازم است. پس میشه گفت که یک نقش بسیار اساسی داره برای زندگی هر انسان و هر آموزگار. جایگاه معلم در آموزه های دینی رو لطف کنید بر ما با توجه به جایگاه خود علم، ارزش خود علم. انسان وقتی فکر بکنه به جایگاه معلم و ارزش معلم هم چی دست پیدا میکنه و متوجه میشه که معلم چی موجوده، چی هدیه الهی است که خدا به بشر ارزانی داشته. اولین معلم خود خداست، همونطور که قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن، خدا قرآن تعلیم کرد. خلق الانسان علمه البیان، خدا بیان رو به بشر تعلیم کرد. اقرأ و ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حالا اولین کسی که اولین معلمی که در عالم هستی وجود داره، در عالم وجود، وجودی ذات باری تعالی است، همونطور که در سوره مبارکه بقره داریم و علم آدم الاسماء كلها، خداوند خودش به آدم اسماء رو تعلیم کرد. دومین معلم انبیای الهی و خصوصا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. خداوند کریم در آیات متعدد قرآن می‌فرماید که خداوند برای مردم انبیا را فرستادن و چی؟ لیوزکیهم و یعلمهم الکتاب، تا کتاب و حکمت رو به مردم یاد بده. به تعبیر دیگر انبیا را با بحرها و دریاهای از علوم خداوند تبارک و تعالی مسلح میکنه و میفرسته تا بشر رو از جهالت و از گمراهی و از تاریکی چی نجات بده. دومین معلم انبیای الهیه، از آدم علیه السلام گرفته تا وجود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله. خب پس
با توجه به این وقت دقت کنیم فرق می‌کنه. سومین معلم اوصیای انبیا بوده و خصوصا اهل بیت پیغمبر علیهم الصلاه و السلام که وجود مقدس امیرالمؤمنین صلوات الله علیه که انا مدینه العلم و علی بابها، یا در روایت از نبی مکرم اسلام داریم حضرت میفرماید که این بعثت معلما، من معلم مبعوث شدم. خب اینو حضرت صریح میفرما، من معلم مبعوث شدم، یعنی من راه بندگی، من در واقع راه نجات از تاریکی ها و جهالت ها رو به مردم یاد میدم، اینو بعثت معلما. پس با توجه به این نکات یا مصداق معلمینه که عرض کردم، جایگاه معلم روشن میشه. کار معلم کار انبیاست، همونطور که انبیا آمدن تا جهل زدایی کنه از جامعه، تا در واقع تاریکی زدایی کنه از جامعه، تاریکی ها رو از بین ببرن، معلم هم کارش همینه، مدرسین کارش همینه که با نور علم جامعه رو از گمراهی و تاریکی ها چی؟ نجات بده. توجه داره؟ و ما در آموزه های دینی میبینیم معلم از جایگاه خاص برخورداره، به گونه ای که حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه میفرماید که من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، هر کی یک کلمه به من، یک حرف به من یاد بده، که انما رو غلام خود قرار ده، من رو بنده خود ساخته. خب این که حضرت میفرماید ما رو بنده خود ساخته، خاطر اینه که چون مولا واجب الاطاعه، مولا احترام داره و مملوک در دست مولا میتونه بفروشه، میتونه زندگی کنه، قبلا بازار برده فروشی و این چیزها که بوده. لذا حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید کسی که به انسان چیزی یاد بده، حرف یاد بده، که انه انسان به طوری از او تبعیت کنه، طوری او را دوست داشته باشه، طوری تکریم کنه، طوری که انه عبد اوست، غلام اوست، نوکر اوست، خدمتکار اوست. من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا. یا من سید الشهدا صلوات الله علیه میگه کسی به فرزندان حضرت حالا معلمی بوده چه دعای یاد میده، بعد امام صلوات الله علیه به او هدیه بسیار گرانبهایی میده، همه به اینه اعتراض میکنه، انتقاد میکنه که بابا حالا برای معلمی که یک کلاس دو کلاس فرزندان شما رو تدریس کرده شما همچنین هدایایی میدی. میگه امام فرمود که چیزی که ایشان داده به فرزندان من یا یاد داده، چیزی که ما دادیم تفاوت زیادی داره، یعنی این هدیه من ولو از نظر شما خیلی چشمگیره، خیلی بزرگه، ولی در مقابل کار ایشان، خدمت ایشان هیچ چیز، چیزی وجود نداره. و ما میبینیم که در آموزه های دینی تأکید شده، یکی در ما روایت داریم میگه برای به احترام دو کس از جا بلند شو، یکی معلم، یکی پدر، اگرچه امیر باشی، اگرچه خودت سلطان باشی، خودت حاکم باشی، ولی به احترام پدرت و به احترام معلمت باید از جا بلند شو. چرا؟ چون پدر وجود، وجود شما از وجود اوست، او نبودی تو نبودی، اصل توست، ریشه توست، با وجود پدر که تو داری زندگی میکنی. به خاطر همین قرآن و روایات جایگاه ویژه‌ای برای پدر قائله و دعای پدر مثل دعای انبیاست. حالا از اصل بحث بیرون نریم، ولی به این مناسبت نکات عرض کنیم که احترام پدر، احترام مادر، اینا چون وجود ما از وجود پدر مادره، برکات و آثار زیادی در زندگی داره، برکات در دنیا و آخرت داره. و ما راجع به خیلی از بزرگان هم داریم که تجربه های عملی هم نشان دادن که قضیه باید مورد دقت قرار بگیره. و دو معلمه، ما اگر امروز حرف برای گفتن داریم، مثلا طرف پزشک، طبیبه، یا مثلا مهندسه، یا هر کمالی که داره، هر فضلی که داره، از برکت وجود اون معلمینی که از همون الفبای زندگی بالاخره به این الفبا رو یاد میدادن، از کوچی به این تدریس کرده، کم کم بزرگ شده، مدرسه رفته، دانشگاه رفته، مقاطع مختلف علمی رو در پرتای وجود استاد طی کرده، با نور وجود استاد و معلم این مسیر رو رفته. لذا میگه هیچ به این جایگاهی، اگر امیر هم هستی، به احترام معلم و پدرت باید چی؟ از جا بلند شد. اینجا پدر رو، معلم در کنار پدر قرار داده در روایات. و ما چه میگه انسان سه تا پدر داره، یکش استاده، چنانچه در موفقیت یک شخص هم اگر پدر خوشحال میشه، مرحله دوم استاده. بله بله، لذاست که معلم، مدرس در آموزه های دینی از جایگاه خاص برخورداره. و این رو بدانیم که دعای معلم، دعای استاد تأثیر گذاره و نفرینش هم تأثیر گذاره. همون حقی که داره، وقتی اون حق ادا نشه، اگر نفرین کنه تأثیر گذاره. و اینم تاریخ شاهد بودن، خیلی ها دیدن
بالاخره کسی که به احترامی به استادش کردن ضربه بزرگ در زندگی خودش خورده. توجه داریم و در آموزه های دینی خیلی تاکید شده بر جایگاه و حق معلم و مدرس که ما میبینیم مورد توجه خاص ائمه معصومین علیهم السلام این موضوع که از معلمین و مدرسین تجلیل میکردن و تاکید میکردن که همین یک کلمه حضرت امیر صلوات الله علیه واقعا ما را کافی که حضرت میفرماید اگر کسی به من حرف یاد بده من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، مثل که مرا عبد خود قرار ده. اونم به خاطر چی؟ به خاطر اون موضوع مهمه که چون معلم کاری میکنه که اون جایگاه علم وقتی بیان کردیم که تفاوت انسان بین انسان و حیوان به همین علمه که در پرتو البته خب بعدن توضیح میدیم که علمم آداب و شرایطی داره، در پرتو همین علمه چون پیش خدا ارزش داره. خداوند کریم در آیات مختلف قرآن میفرماید خداوند قسم به قلم یاد میکنه و به آنچه که قلم مینویسد، خب قلم که خودش به تنهایی موضوعیت نداره، مراد از اینه که قلم معارف را داره نشر میکنه، علوم را داره نشر میکنه، مینویسه، ماندگار میکنه. به خاطر همینه که به خاطر جایگاه اون علم معلم هم از احترامی ویژه‌ای برخوردار است و حقی که معلم داره ما نمیتونیم ادا کنیم. یک روایت هم داریم که اگر معلم یک بسم الله وقتی به بچه یاد میده، اون بچه وقتی بسم الله رو میگه خداوند گناه این معلم و گناه پدر مادر این بچه رو میبخشه. از کجا به وجود میاد که امون در واقع به اندازه یاد دادن یک بسم الله جهل زدایی کرده از شخصی از جامعه ای از خانواده و سرمنشه این خیر بدون شک همون معلم است. بدون شک بده. تشکر میکنم از بیانات زیبای شما جناب استاد، واقعا لذت بخش است وقتی که به این جایگاه انسان فکر میکنه. و اما متاسفانه جناب استاد با کمال تاسف یک مقداری قشر معلم جماعت در جامعه مظنون واقع شدن. امیدواریم که انشالله این مشکل برطرف بشه در هر جایی که حسن. متاسفانه علخصوص در جامعه ما یک مقدار اونطوری که باید احترامی کامل و اونطوری که باید امکانات در اختیار معلمین باشه با کمال تاسف نیست و این بدون شک برخلاف آموزه های دینی و مذهبی ما هست که انشالله چنین نباشد. و همینطور آموزگاران عزیز تلاش بکنن که واقعا اونطوری که باید حق معلمشون رو ادا بکنن. حق معلم بدون شک فقط این نیست که در ظاهر احترام بگذارد، بلکه به حرف او گوش دادن است و او بدون شک خیلی هر شاگرد رو میخواهد و خیلی هر شاگرد در درس خواندنش هست و در کسب کردن موفقیت های زیاد هست که بدون شک و همین کار معلمش هست که صدقه جاریه برای معلم هم هست و برای اون شاگرد هم هست. انشالله که احترام معلمینمون رو به گونه‌ای داشته باشیم که در عمل ثابت بشه و همونطوری که خداوند برای معلم یک جایگاه ویژه‌ای رو و در آموزه‌های دینی ما یک جایگاه ویژه رو قائل شده، ما هم از دینمون و از مذهبمون پیروی کرده باشیم، انشالله برای معلمینمون یک جایگاه ویژه‌ای رو داشته باشیم چه در قلوبمون و چه در ظاهر و در اعمالمون. بینندگان عزیز یک میان برنامه بسیار کوتاهی داریم، انشالله برمیگردیم در خدمت شما خوبان هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. امیدوارم که انشالله نصیب همه عزیزان و آرزومندان زیارت حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام و همینطور تمام ائمه معصومین که در عراق هستن انشاءالله که نصیب بشن. جناب استاد اشارتی داشتن به کلام و جملات زیبایی از حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرمودن که سومین معلم
که در زندگی هر انسان هست و در دنیا و در تاریخ بشریت هست ائمه معصومین هست و بدون شک ما یکی از معلمانی که در زندگی پربرکتشان میبینیم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مذهب ما هست که شاگرد زیادی تربیت کرده میشه گفت در بین ائمه یکی از کسانی که خیلی خیلی شاگرد زیاد داشتن و میشه گفت یکی از بزرگ معلمان تاریخ بشریت هست از بزرگ معلمانی است که شاگردانی رو تحویل جامعه دادن که هر کدام بر به خودی خود دنیای از علم و از فضل رو داشتن از جناب استاد خواهش مایی هست که آداب تعلیم و تعلم رو که این دو تا موضوع مهم است تعلیم و تعلم رو از کلام و زبان گوهربار امام جعفر صادق علیه السلام بیان بکنن بسم الله الرحمن الرحیم ببینید هر چیز یک آدابی داره بدون میشه از این نکات رو کلمت بینندگان محترم عرض کردیم انسان به یک سؤال میرسه آیا مجرد وجود علم و معلم این همه قداست و ارزش داره یا نه اینا آداب و شرایط هم داره که قطعا اینطوری نیست که صرف علم باشه صرف مثلا وجود معلم باشه بلکه با مراعات کردن آداب و شرایطه بله. امام صادق صلوات الله علیه به عنوان یکی از معلمین جامعه بشر یکی از معلمین الهی بله. که خدا وجودش را به عنوان هدیه گرانبهای به جامعه بشری عرضه کرده میفرماید که در رابطه با آداب تحصیل علم حضرت میفرماید که اطلب العلم دنبال تحصیل علم برو اول تأکید میکنه پس این مثل همون احادیث دیگری که از نبی مکرم اسلام از اهل بیت داریم که حضرت با کلمه امر میفرماید حتما دنبال تحصیل علم برین اطلب العلم برین دنبال تحصیل علم خب حال آدابش چیه؟ بعد میفرماید و تزینوا معه بالحلم والوقار ولی این علمتان را زینت بدین زیبایش کنید قشنگش کنید با حلم با بردباری و متانت و سنگینی و وقار خب دقت کنید حضرت میفرماید اطلبوا العلم و تزینوا معه بالحلم والوقار حلم داشته باشید، بردباری داشته باشید. به تعبیر دیگر اخلاق توی آدم باسواد، دانشمند، عالم باید متفاوت باشه از کسی که سواد ندارن، علم ندارن. و تزینوا معه بالحلم والوقار و تواضعوا لمن تعلمونه العلم. وقتی که میخوای تدریس کنی، توی معلم اینجا این قسمتش اشاره داره به وظیفه معلم. در مقابل شاگردانت متواضع باش یعنی چی؟ این نکته دقت کنیم تنها علم نیست تنها تعلیم نیست تربیت همونطوری که در افغانستان خب با همین طبیعی که وزارت تعلیم و تربیت وزارت تعلیم و تربیت یا حتی مثلا چی میگه دانشکده یا پوهنزه تعلیم تربیت در فارس یا در زبان ایران هم شبه هند داره وزارت چیه؟ آموزش و پرورش آموزش و پرورش بله ببینید مهمترین بعد این بعد تربیتیه که اگر این بعد تربیتی نباشد وجود علم خیلی خطرناکه مثلا میشه چی؟ کسی که بمب اتم تولید کنه بذاره مثلا هیروشیما رو هزاران انسان میلیون انسان رو ویران کنه از بین ببره علم که درش تربیت نباشه اگر علم درش تربیت نباشه دزدی خیلی خطرناکه میشه از اموال انسان از اعتبارات انسان به در واقع انواع و اقسام و انهای مختلفی میدزده میشه غارتگری ظالم انسان ما نمونه های زیادی داریم در تاریخ ما از این تریبون رو عرض میکنم به همه کسانی که اهل قلمن اهل سوادن باید در هر بعدی از ابعاد زندگی مردم وقتی اونها فعالیت میکنن باید به جامعه رحم کنه این خیلی نکته مهمه اگر عالم دینه باید به مردم رحم کنه نباید از جایگاه علمی سوء استفاده کنه حالا باید اگر دکتره پزشک یا طبیبه اگر مثلا فرض کنید یک کارمند دولته خب اینا در اثر اون سوادی داشته که اون منصب رو این الان چی تصاحب کرده این جایگاه داره خب نباید این کارو بکنه
خصوصا در بخش اطباء، خصوصا بخش داروخانه ها مثلا ما متاسفانه این شکایت های مختلف را داریم. گاهی میبینیم مثلا در وضع اقتصادی که مردم داره، گاهی طرف یک کارگری که در کشور ما 200 افغانی 250 افغانی درآمد ندارن، برای یک آزمایش خیلی مختصر بره 500 افغانی باید بده به دکتر، 300 افغانی باید بده به دکتر. گاهی داروهای عجیب و غریب با خب ما نمونه هایی داریم، گاهی بعضی قراردادهایی که متاسفانه بودن بین دکتر مثلا فلان داروخانه یا مثلا دکتر فلان آزمایشگاه که با قیمت های گزاف، خب اینها در واقع خلاف علمه، یعنی علمی بدون آدابه، علمی بدون تربیته. امام صادق علیه السلام میفرماید که در کناری که تعلیم میدی شاگردانت باید تربیتش هم بکنی، اون تربیت عملی. و تواضع لمن تعلمونه العلم، متواضع باشید. یکی اقلش اینه که متواضع باشین در مقابل شاگردان که از شما تواضع رو یاد بگیره. و ببینین به این معنا نیست که توی که معلم تدریس میکنی نسبت به شاگردان توهین کنی، تحقیر کنی. به هر حال خب ما همچین چیزایی هم داریم. بله بله. این خیلی خطرناکه. هم داریم متاسفانه. روش‌های متعددی متاسفانه. از سبکی که گاهی بعضی معلمین داره نه. بعد حضرت میفرماید و تواضع لمن طلبتم منه العلم. تو این شاگرد در مقابل استاد باید خیلی متواضع باشه، احترامش حفظ کنه همونطور که اشاره کردیم. بعد میفرماید ولا تكون علماء جبارین، مستبد نباشید. و تعبیر لجباز یک دنده نباشه که اون زمان ارزش هایی را که به دست آوردید این اخلاق بعد شما هم از بین میبره، عادات بعد شما هم از بین میبره. لذاست که آقای امام صادق علیه السلام گاهی انسان واقعا نگاه میکنه به اینونی ولی خدا، به عنوان حجت خدا، این چقدر زیبا و جامع. اگر ما به همین نکته دقت کنیم بسیار از مشکلات ما حل میشه، چون خیلی مهمه. بحث تربیت انسان ها بسیار خیلی مهمه. شما ببینید اگر یک معلمی انسان های سالم را تربیت کنه، اون انسان های سالم انسان های تا روز قیامت اجر و پاداش و ثوابش مطابق اون اعتقادی که داریم در نامه عمل این ثبته. ما روایت داریم که سنت حسنه ای را تأسیس کنه، برای او اجر هر کسی که به او عمل کنه ثوابش به این میرسه. من سن سنت حسنه فله اجر من عمل بها. به هر میزانی که فرضون صدها میلیون انسان از اثر علم امین معلم ولو 10 نسل بعد 100 نسل بعد بالاخره استفاده بکنه، با واسطه ثوابش به این میرسه. خب خیلی جایگاهی بالا خوشا به حال کسایی که معلمانی که باز معلم تربیت کردن همین. بله چقدر در هر بعد بالاخره ببینه که آثار علم همین معلم بوده، بوده از ابعاد زندگی جامعه و مردم و جوانان اصلاح شده. یعنی این چه برکات زیادی برای همین کی داره، برای معلم داره. و یک معلم واقعا چراغه، چون که ابعاد مختلف زندگی مردم رو نورانی میکنه. شما مثلا الان نگاه کنید، خصوصا زندگی بعضی مراجع در نظر بگیریم از قدیم. بله. که اینها امضیا بزرگان مثل شیخ صدوق رحمت الله علیه کلینی بوده، کتاب های احادیث نوشته که امروز دین و مکتب و مذهب سر سفره همون هاست بعد از اهل بیت. توجه دارین؟ و علما هر چه از کتاب های همون ها رو ورق میزنن، احادیث که زحمت کشیدن نوشتن، کتاب های علمی نوشتن، چند صد سال سر سفره همون هست. هر چی که مردم از دین و ارزش های دینی و بالاخره علوم و معارف به دست بیاره ثوابش اونها میرسه. پس مقام معلم مقام بس بالا و کارش کار خیلی گسترده وسیع و دامنه داره. و اگر خدایی نکرده در جهت مخالف انسان هایی را اینها در واقع تعلیم بدن، تعلیمی که منهای تربیت سالم باشه، تربیت ناسالم، انسان های ناسالم و جامعه تحویل بده، به هر میزانی که خراب کاری کنه گناهش به خاطر همین معلمه. پس بسیار وظیفه حساسی هست. بله همون هر که با مش بیش برفش بیشتر. به همون میزانی که جایگاهش نزد خدا و دین و مردم و بالاخره عقل از جایگاه ویژه از بالاخره برخوردار در آموزه های دینی، به همون میزان وظیفش خطیره. فرزندان مردم امانته. بله. و خصوصا اونایی که کوچیکن تا بالاخره جوان میشن دست یک کسی سالها در نزد یک معلمی، چون افکاری او رو داره انتقال، افکار خود، باورهای او رو خود، اخلاقیات خود داره به او در زمینه تعلیم انتقال میده. در واقع کنه بگیم یک ویژگی بین معلم و مادر وجود داره. مادر با شیر دادن تنها بچه رو سیر نمیکنه، روحیاتش رو انتقال میده به او. بله. اخلاقیاتش رو به بچه‌ش انتقال میده. به خاطر همین تاکید شده راجع به مادری که چگونه باید فرزند شیر بده. معلم یکی از ویژگی هاش امینه که با تدریس داره اخلاقیات را، داره آدابی که در وجود خودشه، داره باورهای خودشه، داره انتقال میده به دیگران. توجه دارید؟ ما زیاد داریم کسانی بودن در
خب در خدمت معلمین خوب و سالم و متدین دلسوزی بود، آدمای دلسوزی از جامعه در جامعه به وجود آمده، متاثر شده، تاثیر پذیری داشته، و برعکسش معلمینی بودن که شاگردان خوبی تحویل جامعه نداد، شاگردان امین صادق و دلسوزی تحویل جامعه ندادن. چرا؟ پس این خیلی مهمه، به همون میزانی که این معلم جایگاه بالای معنوی داره، ارزش داره، احترام قائلن در دین و در آموزه های دینی و عرف جامعه به خاطر اون کارهای خوبش، به همون میزان کارش از اون طرف خطرناکه که اگر مسیر درست را در تربیت و تعلیم نپیمایند برای شاگردانش، به همون میزانی که خواهی خرابکاری بکنه و متأثر از علم همین معلم باشه، از تربیت ناسالم این معلم باشه، ولو صد نسل بعدم در دنیا بیایه، ای از اون گناهش چی برخوردار؟ و ما روایت داریم کسی که سنت بدی را تأسیس کنه، برای او گناه کسی است که به اون سنت عمل کنه. یعنی هر کس به اون سنت سیئه و اون سنت بد و اون عادات بد عمل کنه، گناهش به خودی همون کسی که این سنت را، این اخلاقیات و روحیات تأسیس کرده. پس به هر میزانی که از این طرف جایگاه بالا با ارزش و با عظمتی داره، وظیفه‌ش هم خطرناک، دقیق و مهمه که مبادا دست از پا خطا کنه و یک دستگولی به آب بده که آخرم جمع کردنش گاهی غیر ممکن میشه. یا یک قصه ای رو حالا اینجا عرض کنم به این مناسبت، میگه کسی بوده ادعای پیغمبری کرده بوده، مدتی زیادی مردم جمع میشه اطرافش، اما در طول تاریخ هم نمونه های زیادی بودن، خیلی ادعای پیغمبری کرده، ادعای امامت کرده، ادعای مهدویت کرده الی آخر. به هر حال بعد از مدتشون متوجه میشه که کارم غلطه، تو با میره مردم جمع میکنه که من اشتباه کردم، من شما رو بالاخره به هر حال کارم کار اشتباهی بوده، شما رو به انحراف کشاندم، عذرخواهی میکنم. هر کاری میکنه مردم میگن پیغمبر خیلی پیغمبر متواضعه، هر کاری که میکنه بالاخره مردم دست از این پیغمبر بر نمیداره، خودش از خودش دست برداشته بود، از مسیر دست برداشته بود، ولی مردم رو طوری در مسیر انحراف برده بودن که هر کاری میکرد نمیتونست مردم برگردانه. لذاست که کار معلم کاری مهمیه، کاری پیغمبری، ما باید این یک پیغمبری شبیه اون پیغمبر باشه، معلم بله. لذاست که باید شبیه انبیای الهی، شبیه اولیای الهی، شبیه بندگان صالح خدا، امانتدار، دلسوز، متدین، و اینکه بتواند واقعا با این صفات ویژگی نور الهی را به قلوب فرزندان مردم، جوانان مردم و نسلی که بعد از خودش میخوای بگذاره انتقال بده انشاءالله. بسیار تشکر میکنم از شما جناب استاد. بدون شک چنین است، و وقتی که یک فرزندی رو تحویل یک معلمی میداد برای اینکه آموزگار باشه و از او علم بیاموزه، در دوران کودکی وقتی که یک عملی را یا گفته این است درستی را اگر به او بیاموزانه، او در ذهنش باقی میمونه و ماندگار میشه. سپاس شما جناب استاد، و همینطور از نگاه های شما عزیزان سپاسگزاری میکنم از اینکه وقت گذاشتیم. تشکر میکنم از تک تک شما عزیزان. یادآور میشم پول ارتباطی شبکه جهانی هادی تیوی، بخش دری شماره مثبت 964 780 255 413 هست. عزیزان ما میتونن که نظراتشان و پیشنهاداتشان رو با ما شریک میسازن از طریق برنامه، و همینطور یادآور شما عزیزان که میتونن برنامه های هادی تیوی دری رو بیننده باشن از طریق اپلیکیشن های اجتماعی. برنامه های اجتماعی میتونن بیننده باشن در فضای مجازی فیسبوک، اینستاگرام، و همینطور برنامه های دیگه انشاءالله میتونیم که در سر فرصت باز هم برنامه ها رو دنبال بکنید. در خدمت شما خوبان هستیم، یک میان برنامه بسیار کوتاه داریم و انشاءالله برمیگردیم در ادامه برنامه. الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که همچنان در خدمت شما باشیم و بیننده باشید برنامه
به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی رو. جناب استاد همونطوری که فرمودن وظیفه یک معلم بسیار یک وظیفه حساس و مهم هست که در جامعه تأثیر مهم می‌داره و بدون شک اگر معلم خدای نکرده دچار اشتباه و مشکلی بشود، این مشکل فقط در دوران حیات خودش باقی نمی‌ماند و ادامه دارد و همونطور که کار نیک و خیر این معلم ادامه دار هست، برش صدقه جاریه هست. جناب استاد، در ادامه همون سوال قبلی که از حضرت عالی پرسیدیم، می‌خوایم همین سوال رو ادامه بدیم در خصوص جوابش که توصیه های دینی و از ائمه معصومین بدون شک برای معلمان وجود دارد که معلمان چگونه به وظیفهشون عمل بکند و به کیفیت، چنانچه اشارات هم داشتین حضرت عالی. دوست داریم که در این خصوص اشارات بیشتری داشته باشین به وظیفه معلمان و توصیه های دینی به معلمان. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در رابطه با اینکه ما در آموزه های دینی راجع به جایگاه علم و معلم نکات زیادی داریم و موضوعات زیادی مطرح شده بماند، اما آنچه که قابل دقت و توجه که ما در ادامه در واقع صحبت های سوالات قبلی شما عرض کردم، این که یک سری چیزهایی است که مکمل وظیفه معلمه. بله. که اگر اینها نباشه معلم نخواهد بود. یکی اهتمام و دقتی در درس. این نکته مهمیه که وقتی معلم، حالا هر کسی که سمت تدریس داره، سمت کرسی تدریس داره و سمت معلمی و مدرسی در ابعاد مختلف علم فرق نمیکنه، حوزه‌ای باشه، دانشگاهی باشه، قرآنی باشه، الی آخر فرهنگی باشه، باید آمادگی خوبی برای تدریس بگیره. این یک نکته. شاید بعضی حالا مواردی هست که شاید افرادی باش خیلی اهتمام نمیدن، مدرس خود میره سر کلاس ولی هیچ آمادگی قبلی درستی نداره اون تو که اهتمام بده، همون چیز سابقه ذهنی داره میخواد همونو مطرح کنه، این خیلی خطرناکه. یعنی ذره کاستی باشه، طرف مثلا فرض کن در یک کلاس 50 نفر 20 نفر 30 نفر شاگرد داره، یا بعضی دروس حوزوی هست تا 1000 تا 2000 نفر در یک کلاس هست، توجه دارین؟ خب اگر واقعا طرف آمادگی درستی نگیره برای تدریس اون موضوع درست تهیه و آماده نکنه، اگر فرض کنید شما 40 نفر باشه، در این یک ساعت 40 ساعت عمر آدم ها رو ضایع کرده و این خیانته و این خیلی مهمه که از نکات مهمی که یک معلم به عنوان یک شخص امین باید مراعات بکنه، چون وقت شاگردان، وقت مخاطبینشان امانت، که در واقع متوجه خیلی ها میشه، متوجه خطبا میشه، متوجه مبلغین میشه، متوجه مدرسین میشه، حرف که باید آمادگی درستی در اون چی موضوع بگیره و برای خودش حل شده باشه تا بعد تدریس کنه. بله. یک نکته. نکته دومی که برای هر معلم و مدرس لازم هست اینه که از نظر نظم و وقت باید خیلی دقیق باشه. ما بعضی بزرگان داریم که یک عده مردم ساعتشون رو با رفته آمد اونها تنظیم میکردن. بله. وقت برای درس میرفتن برای تدریس، مردم میفهمیدن که الان ساعت مثلا فرض کن 9 روبه، چون فلان در سمت درسش میره. بله. یعنی اونقدر دقیق بودن. نکته مهمیه. بله. که معلم هر وقت دلش خواست بیاید، دلش خواست بره، این در واقع خلاف آموزه های دینی و در واقع خلاف مراعات کردن اون وظائف و در واقع ارزش هایی که یک معلم داره، اصلا منافات داره با جایگاه یک معلم، با عظمت یک معلم، با در واقع اون مسئولیتی که یک معلم داره. بی‌نظمی منافاتشه برای همه، خصوصا برای معلم. حالا گاهی یک طرف بی‌نظمی میکنه در یک کار شخصیه، یک شاگرد خودش مثلا فرض کن کوتاهی میکنه، اون وقت خودش رو ضایع کرده، اما وقتی معلم بی‌نظمی بکنه، وقت اون 40 50 نفر را، یا اون 100 نفر، یا اون 1000 نفر رو ضایع کرده. بدون شک جناب استاد که اگر معلم وقتی رعایت نکنه، حرف و عمل شکی نباشه، خب به نحو مبلغین هم میشه گفت معلمین جامعه است که امور دینی رو به اونا میآموزنن، چه حالا معلم مذهبی باشه چه در همه امور، وقتی که
به او چیزی که می آموزانه اگر خودش اهتمام نداشته باشه و او را خودش عمل نکنه تاثیرپذیری هم نداره، و یا اگر ایده هم تاثیر بپذیرن خب دوچار مشکل میشه بدون شک. این یک مسئله بسیار مهم هست بدون شک. بله، ببینید همونطور که عرض کردم، پس یکی از مهمترین نکات اینه که در ضمن که درس ها را درست آمادگی میگیره این معلم بر موضوع مسلطه، نکته دوم اینه که باید چیکار کنه؟ التزام به اون برنامهش داشته باشه، نظم باشه. چون حضرت امیر صلوات الله علیه به عنوان معلم جامعه بشری، به عنوان کسی که باب علم پیغمبره، حضرت در آخرین وصیتی که داره میفرماید که اوصیکم بتقوى الله و نظم امرکم، شما رو به تقوای الهی و نظم در زندگی شما توصیه میکنم. خصوصا اون که جایگاه معلم رو داره یا در مقام در واقع تعلیم دیگران و تربیت دیگران قرار داره، باید همون تعلیم و تربیت رو با هم مراعات کنه. سوم این که چون سر و کار ما به مؤمنین مسلمانانه، به عنوان یک مسلمان در کنار تعلیم باید ارزش‌های اخلاقی و دینی رو باید انتقال بدیم با اونها. یعنی نمیشه مثلا شاگرد شخص منهای دین، منهای که مثلا فرض کن ارزش‌های دینی رو مثلا مراعات بکنه، نمیتونه یک آدم سالمی درسته باشه. شاید در بعضی موارد در بعضی جهات آدم موفق و آدم سالمی باشه، نمیتونه بین آدم جامعه باشه. چون ما این باور ماست، این اعتقاد ماست که پیغمبر گرامی اسلام آمدن ارزش‌های دینی رو برای ما رسانده، حضرت امین سلام الله علیه سید الشهدا و اهل بیت و بزرگان دینی ما به عنوان انسان‌های امانتداری در مسیر دین و معلمانی در این مسیر، خب یک انسان جامع تکبعدی نباشه انسان، به تعبیر دیگر فقط به تعبیر دیگر به امورات مادی و ظواهر توجه کنه، نه. در ضمنش چون ما باور داریم که این جهان از بین میره، این جهان متناهیه، مدت داره، بعد از آن عالمی خواهد بود، اون عالم رو باید جوابگو باشیم و ما باید در اون مطابق آیات قرآن، مطابق کلمات پیغمبر، کلمات معصوم علیه السلام، فرزندان جامعه رو باید متدین به بار بیاریم، در ضمن باسواد متدین هم باشه، اعتقادی به ارزش‌های دینی، اعتقادی به خدا، اعتقادی به پیغمبر، اعتقادی به قرآن و ارزش‌های چی دینی باید داشته باشه. و الا اگر متاسفانه یکی از مشاکلی در چند سال قبل در این اواخر به وجود آمده بود همین بود که در بعضی مدارس، در بعضی مثلا حتی در دانشگاه ها، بعضی کسانی که هم سمت استادی و تدریس داشتن، بعضی ها خب بیش تبلیغ گرایش ضد دینی بین جوانان داشته، خیلی بالاخره نقدی بدون علم راجع به دین و ارزش‌های دینی، که این خطرناکه و یک از مسئولیت‌ها همینه که معلم باید تربیت‌های چه تربیت دینی و در واقع تعلیمی که توأم با ارزش‌های دینی باشه برای شاگردان داشته باشه. تشکر می‌کنم از شما جناب استاد، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. بدون شک امروز یکی از موضوعهایی که در خطر هست همین موضوع مقام معلم هست، که اگر دشمن هم اگر بخواد کار بکنه، یک نسلی رو افکارش رو طبق میل خودشان پرورش بده، بدون شک اولین هدف و مهمترین هدفش مدارس و همینطور یا به اصطلاح خود ما مکتب‌ها و معلم‌ها و همینا هستن. با این حساب انشالله که همه معلمان عزیز ما هم چنین توفیق رو داشته باشد که به وظیفه‌شون اونطوری که دستور دین و مذهب هست، بدون شک این دستور اولویت داره بر همه چیز، انشاءالله که عمل بکنن و همینطور شاگردان عزیز و آموزگاران عزیز تلاش بکنن که مقام معلم رو و معلمی که درست به وظیفه‌اش عمل میکند، بدون شک باید او جایگاه رو احترامش رو داشته باشه و مقامش رو حفظ بکنه. بینندگان عزیز، برنامه امشب ما همینجا به پایان میرسه. انشاءالله که در هفته های آینده باز هم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما باشه.